6 روز دیگه بارونه. یعنی شیطه 6 روز آینده همش بارونه. اگر غذا ندین، خمیرشیرین ندین، زنبورتون از دست میره. پاییزه، اگه کنه‌کشیتون رو کامل انجام ندین، زنبورتون از دست میره. کلن تو پاییز یه روز فرصت داری همه کاراتو انجام بدی. خیلی مزخرف فصلش. میتونی که گردن بدی اگه وقت داشتی. کلن پاییز فصل مزخرفیه. شما هر کاری رو اشتباه انجام بدین، زنبورتون از دست رفته. سلام مخلصیم، دم همه برابکس رامسرهانی و رامسرهانی شاپم گرم. اول ویدیو دیدیم، واقعا پاییز ما پاییز بدیه برای زنبورداری متاسفانه. شما یه عالم کار دارین باید انجام بدین، همون کارهای بهار، همون کارهای تابستون، همون کارهای قبل بهار رو باید انجام بدین. در کنارش حواستون باشه که آقا فردا بارون، دما میشه 15 درجه، امروز 24 درجه است، زنبور پرواز داره و تخم ریزی. بعد کنه‌کشی انجام بدین، خمیر شیرین بدین، کیک گرده بدین، شربت بدین، همه یه کارا رو انجام بدین. یه روز وقت داریم، نمیشه. خیلی دوستتون داریم، دمتون گرم. امیدوارم هر جا که هستید شاد و سلامت باشید. صدا و تصویر ما رو دارین از اولین و بزرگترین و کاملترین کانال آموزش زنبورداری فارسی زبان دنیا، رامسرهانی، میبینید و میشنوید. بزرگترین کانال زنبورداری کیهانه دیگه نیست. تقریبا شما هر جایی از سایت ها، هر جایی از کانال های یوتیوبی، صفحات مجازی شما بگردین، تقریبا مثل آموزش های ما وجود نداره و نیست. چون ما گشتیم، شما هم نگردین. وقت خودتون رو تلف نکنین، همون اول کار بزنین رامسرهانی، تموم میشه میره. یه سابسکرایب، یه کامنت خوشگل بذارید، ما کامنت ها رو میبینیم. شاید توی کامنت ها بعضی موقع جواب بدیم، بعضی موقع ندیم، ولی واسش ویدیو میسازیم. امروز فکر کنم 15 آبان ماهه و طبق معمول هوایی که داریم میبینین، ما با آستین کوتاهیم، حسام با آستین کوتاه، آقا سعید با کافشن، فقط از اون فصلاییه که همه راضین، چه با کافشن، چه با زیرپوش، چه با کانوا، همه جوره راضی، ولی زنبور ناراضیه. داستان زنبور ناراضیه چیه؟ یعنی که شما بهش نرسین، مثل بهاره داره تخم ریزی میکنه. اگه بهش نرسین، غذا بهش ندین، غذاش تمام میشه، به راحتی از دست میده. اگه بهش نرسین، کنه‌کشی نکنین، کنه‌کشی کنه تو شبسایش پیدا میکنه، به راحتی از دست میده. کلن تمام راههایی که شما دارین میرین، اگر انجامش ندین، زنبورتون از دست میره. بریم داخل زنبور رو نگاه کنیم با هم دیگه، بیاین. خب اینم از داخل زنبور. خب نگاه کنین دوستان، 15 آبان هر جای ایران رو بریم ببینین و 15 آبان هر جای جهان رو بریم ببینین، زنبوراتون تو کوچه است. شما اصلا جرئت نمی‌کنین کندو رو باز کنین، ولی خب ما وقتی باز می‌کنیم می‌بینیم که کلونی ما هرز بافته و زنبورمون اینقدر باز و فعالن. فشرده سازی رو دقت دارین که یکی دیگه از نکات مهم زنبورداری توی این فصل فشرده سازی دقیقشه. بریم یکی از قابا رو در بیاریم با هم دیگه ببینیمش. خب نگاه کنین، این وضع 15 بهمن نیست، چی 15 آبان ماه نیست. هرزه بافی و زنبور در حال بافت تمیزه. حتی اگه دقت کنین لونه های زنبور نره. اصلا نباید الان تو این فصل اینجوری باشه، ولی خب هست. چی کار کنیم؟ وقتی که هستش، ما باید خودمون رو با زنبور هم نواخ و آداپته کنیم. یعنی چی؟ یعنی ما باید باش همراه بشیم. خب زنبوره حرف ما رو گوش نمیده، من بهش بگم آقا بر من الان نواخ، اونم نمیگه چشم آرو. پس چیکار باید بکنیم؟ ما باید باش همراه بشیم. چجوری؟ مراقب باشیم غذاش تموم نشه. چجوری غذاش تموم نشه؟ اگر دما مناسب شربت بدیم، اگر دما مناسب تخمریزی وجود داره کیک گرده بدیم. اگر اینها موجود نیست، باید غذای خشکتر استفاده کنیم، مثل خمیر شیرین، پودر شکر، خود شکر. بریم یه قاب اول در بیاریم. کامل عسل زده و شفیرها دیگه تقریبا تموم شده، اینا در اومده و عسل زده. این سمت رو ببینیم، هنوز یه چند تا شفیره تو قاب آخر داریم میبینیم. دوستانی که زنبورای زیر 5 قاب دارین، کندوهاتونو تغییر بدین. البته اگه جاتون مناسبه، یعنی دمای 20 درجه 22 درجه دارید، توش تخم روزم هست. اگه دمای مناسب بالای 20 درجه دارید، میتونین کندوی زیر 5 قابتون رو بذارین توی یه کندوی 5 قابی، کندوچه 5 قابی، و کندوی زیر 5 قابو توی 10 قاب نذارین. خیلی بهتر زمستون گذرانی دارن اگر بذارینش توی 5 قابی.
یه قاب دیگر هم بیاریم بچه تون فصل زیاد با زنبوراتون ور نرید. یه قاب دیگر هم نشون بدم. اینم قاب شفیرشه که کامل شفیرست بچه. این جمعیت جوون یعنی اینا نه، این جمعیت نه، این جمعیتی که قراره توی این شفیرها در بیاد، جمعیتیه که قراره واسه ما زمستون رو رد کنن. ایشون خانم ملکه هم هستن در حال گشتن دنبال جای مناسب واسه تخم ریزی. 15 تازه 15 بهمن داره مثل بهار آبان 15 آبان چرا میگم بهمن 15 آبان اینجوری داره میچرخه دنبال جای تمیز واسه تخم ریزی، انگار که هنوز بهاره. او برو جای خوب، برو جای خوب بچه، مراقب این کنچیاتون باشین ها، ملکاتون ها تو این فصل نگاه کنین، میاد میره اینجا وای میسته، شما بعدا میخوای بری قاب و بذاری میره لای دوتا قاب و لاکار میره. بذاریم بره وسط، من بذارمش. برو وسط، رفت زیر بابا نکن. یه لحظه ما تا این خاج خانم بره سر جاش. خاج خانم کجا رفتین؟ هنوز روی چوبه. رفت وسط؟ رفت وسط. بالاخره راضی شد بره وسط. اصل هم دو شاپه. آره اصل داره به اندازه کافی، ولی اگه جاتون مثل جای ما، یعنی ربطی نره که اصل داره یا نه، مثل جای ما زنبور کار میکنه. کار کردن زنبور یعنی تغذیه، یعنی هرچی کار بیشتر انجام بده تغذیه بیشتر. دوستانی که میبینین اصل داره یا یه مقداری اصل داره یا یه اصل قابل توجهی داره، اگه جاتون مثل جای ما، یعنی قرار این گرما حفظ بشه، قرار این میزان گرده ورودی زنبور رو دارن کار میکنن حفظ بشه، زنبور هر چی کار کنه نیاز به تغذیه بیشتری داره، عمرش کوتاه‌تر میشه. پس زمانی که زنبورتون داره کار میکنه، داره تخم ریزی میکنه، کیک گرده و خمشیرین یادتون نره. داستان چیه؟ شما زمانی که خمشیرین کیک گرده میزنین، زنبور مجبوره که از اینها تغذیه کنه و تغذیه خودش رو ذخیره میکنه واسه زمستون. چون اگه بخواد همین منوال گرما رو ادامه بده، همین منوال کار کردن ادامه بده، به راحتی تموم میشه غذاش. غذاش کاهش پیدا میکنه. یه مورد دیگه هم هست، ما فردا به مدت 5 روز 6 روز بارون داره، سرما داره. این کنتراست دمایی هست که یهو دما امروز 22 درجه است، فردا میاد میشه 15 درجه، خودش یکی از عوامل افسایش مقدار تغذیه است. زنبور داخل داره کار میکنه، چون هنوز دما صفر نشده که بره تو خوشه، پس زنبور تغذیهش میره بالا. شما نمیتونین تو بارون بیان بهش شربت بدین، نمیتونین تو بارون بیان بهش سر بزنین، پس باید چیکار کنید؟ اولین گزینه توش بارون که نمیتونین شربت بدین، چون زنبور نمیتونه بیاد پرواز کنه، میتونین بهش خمیر شیرین بدین. این یکی از مهمترین کارهاییه که شما باید انجام بدین. خمیر شیرین رو یه قاش میدیمش. آفرین، تو فروشگاه موجود داره؟ بله، تو فروشگاه همه چی موجوده. دوستانی که با ما هستن چند سال میدونن که ما یه فروشگاه محصولات زنبور داریم و وسایل تا یه مقداری هست توی فروشگاهمون، و بچه‌ها میتونن با همین نام رام سرخانی شاپ بزنن، شماره هم توی زیر ویدیو هست، بزنن و خرید کنن. یه تیکه از خمیر شیرین رو باز میکنیم و واسه زنبور میذاریم که زنبور توی این چند روزی که قرار بارون باشه، قرار نتونه بیاد بیرون، تغذیه مناسبش رو داشته باشه و از تغذیه ذخیره‌ایش استفاده نکنه. اون یه تیکه‌شو برعکس میکنیم داخل. تمام. به همین شکل. اینجوری ما خیالمون از بابت غذای زنبور توی این 6 روز آینده که قرار بارون بیاد، قرار سد بشه، خیالمون راحت باشه. پس دوستان حواستون باشه، نگین پاییزه دیگه زنبور خودش کار انجام میده. یکی از سخت‌ترین مراحل زنبورداری فصول پاییزه و فصول قبل بهار. چرا؟ چون شما نیاز به اگه یه ذره این کار رو انجام بدین، چون جای پشیمونی نیست، جای درست کردن نیست، یعنی شما اصلا فرصتی نمی کنین که بخواین جبران کنین، چون نه ملکه دیگه دارین، نه ملکه کسی داره که بخواین ازش بخرین، نه زنبورا قیمتشون میره بالا. پس سعی کنین همونی که دارین رو حفظ کنین، پیشرفت بدین، کمکش کنین که بتونه برسه. یه گزینه دیگه میمونه توی زنبورداری، آخرین مبحث اینه که کنه‌کشی. باید شما تو پاییز کنه‌کشیتون رو کامل ترین حالت ممکن که میتونید انجام بدید. اگر کنه‌کشی رو انجام ندید، مستقیما کنه رو میبرین برای فصل بعد و برای بهار بعد، و شما تقریبا کنه رو توی زنبورستانتون انتقالش میدید به
فصل‌های بعد. پس یادتون نره، تنه‌کشی، تغذیه، رسیدگی، فشرده سازی. یکی مبحث مهمی که اول ویدیو بهتون گفتم فشرده سازی، آقا احسان بارها و بارها ویدیو راجبش گرفته و براتون توضیح داده. پس یادتون نره فشرده سازی کنید، غذا بدید، رسیدگی کنید، تنش از بین ببرید. تو این فصل نیازه که یه ذره بیشتر بالا سر زنبور باشید و حواستون بهشون باشه. اگر این دما رو دارید، اگه دما میاد زیر صفر که میره تو خوشه، دیگه داستان خیلی متفاوت میشه. خیلی دوستتون داریم، دمتون گرم، امیدوارم هر جا که هستید شاد و سلامت ثروتمند در پناه خدا باشید. مخلصیم.